یه نکته هم اینجا جان پارسا بناب مهمه باز اینه که برای اینکه بتونه در اون جمهوری های جنوبی روسیه دخالت کنه یا نفوذ کنه و همینطور و زمینه های دیگر منطقه رو در هم بکوبه که این هم خیلی مسئله مهمی است در کنار این کم کردن نیروی روسیه، مسئله ایرانه. بعد اونجاست که اون پایه است، اگر اون پایه رو بزنه میتونه اونجا نفوذ کنه کاملا. برای اینکه شما دوباره اگر به نقشه ایران نگاه کنید، تنها کشوری که مرزهای آبیش زمینیش با کشور روسیه خیلی خیلی استراتژیکی مهمه ایرانه. بله بله، این برمیگرده به اون که خب چرا دونالد ترامپ میخواد این قرارداد برجامو پاره بکنه. بله، دنبال بهانه. بله بله جا پارسا بینام، میشه گفت که خب به این ترتیب آیا اینا میخوان یه جنگ اتمی، یه جنگ جهانی سوم اتمی برپا کنن یا همچین، یعنی تا این حد مجنون و دیوانه و از دست رفته شدن برای حفظ قدرت؟ اون دیگه آره دیگه، برمیگرده به این که مثلا دونالد ترامپ چقدر ممکنه یه حرکتی بکنه که واقعا فقط خودش مثل هیتلر، مثل موسولینی تصمیم گیرنده باشه. امیدواریم، ما امیدواریم در سراسر جهان امید بشریت اینی که دیگه به اونجا نرسه که به قول روزا لوکزامبرگ که گفت که جهان یا سوسیالیستی میشه یا به طرف بربریت میره. امروز آشوبه، امروز امپراتوری آشوبه، ولی با بربریت هنوز فاصله داره. بله. و من امیدوارم که به اونجا نرسه که روزا لوکزامبورگ حرفی که اون زمان زده و خیلی هم جالب بوده، گفته یا سوسیالیسم یا بربریت. خب حالا آیا ما در بربریت هستیم؟ نه، ولی نزدیک به بربریتیم. آشوب بله ممکنه منجر بشه به بربریت. بربریت به تمام معنی از نظر علوم بیولوژیکی طبیعت شناسی ها، بله عموما ما زمانی میگیم بربریت که در جنگل پادشاهی نباشه، حتی شیر هم که پادشاه جنگله اونم قدرت از دستش در بره. بله اون وقت میگیم بربریت، بربریت حکومت میکنه، یعنی دیگه هیچی نیست. خب اگر به بربریت برسیم با اون این آشوبی که در دنیا به وجود اومده، این آشوب ما رو نزدیک کرده به اون، ولی هنوز بربریت نیست و امیدواریم که به اونجا نرسه. جنگ جهانی سوم که تقریبا 90% جنگ هسته‌ای خواهد بود، بشریت رو میبره به طرف بربریت. یعنی یک جای به شدت نگرانی است که امیدواریم دیوانگان در رأس قرار نگیرن. بله، یکی از حالا نمیشه گفت حسنها، ولی نکته مثبت جنگ سرد این بود که اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا هر دو اعتقاد داشتن که اگر برن پای جنگ mutual destruction، تخریب دو جانبه، هر دو از بین میرن. بله. به خاطر اون اینجا و اونجا کوتاه می اومدن و مثال های زیادی داریم، مثل بحران کوبا، مثل 1962 بر سر کوبا. بله. اونجا اومدن دیدن که اگه برن پای جنگ جهانی هر دو یک دیگر رو نابود میکنن، mutual destruction. بله. اینی که این شرایط امیدوارم اتفاق نیفته که امروز مردم جهان مشترکن هر عقیده هم داشته باشن روی این جریان که امیدواریم که به اون مرحله نرسه، همه مشترکم فکر میکنن و امیدواریم که جا پارسه بنا مردم جهان این خطر رو حس کنن. حس و
ولی سازمان ندارن، مشکلی بود، تشکیلات ندارن. اون جبهه‌ای رو که قدیم ها بوده، مثلا در دوران معروف عهد باندونگ، وقتی که کشورهای آفریقا و آسیا استقلال آزادی میخواستن، استقلال آزادی عدالت اجتماعی، سازمانهایی داشتن که هم در سطح بین المللی کار میکردن، در باندونگ جمع شدن همیشون و اوضاع را بردن جلو و کشورهای غیر متحد رو به وجود آوردن، قدرت داشتن. امروز به اصطلاح ماها، یعنی چپ جهانی، یعنی ماها در مقابل راست جهانی، اون چپ جهانی رو نداریم دیگه. بله. علاوه داریم صحبتشو بکنیم و بگیم، ولی در حال حاضر اون ضعف خیلی خیلی مخصوصا در کشورهای اروپا قوی شده. این ضعف، یعنی ضعف بیشتر شده. نیروهای راست یکی بعد از دیگری اوضاع را در اونجا ممکنه بگیرم به دست دیگه. جواهر جان، دو تا نکته خیلی مهم هست، حالا حتما در موردش باید صحبت کرد. یکی اینکه چرا جهان اینچنین به سمت راست داره میره، که اشاراتی شده ولی خیلی به طور مشروح در موردش صحبت نشده. دوم هم اینکه آیا هیچ وقت جهان تا به این حد در یک حالت خطر قرار گرفته بود یا نه؟ همین دیگه، من خلاصه بکنم، اون خطری که ما میبینیم اینی که مثل اینکه ما رسیدیم به سر دوراهه، که اگر از این راه بریم یک جهان دیگر بهتری رو میسازیم، اگر از اون طرف بریم به بربریت میکشه. و امیدوارم که اون راه اولی رو مثلا انتخاب بکنیم، راهی که ما رو به طرف، حالا چرا به قول شما راست ها، یعنی راست که میخواد بالاخره دنیا رو مثل اینکه میبره طرف بربریت، هم در سطح جهانی، هم در سطح منطقه‌ای و هم در سطح کشوری. اون آره بحث زیاد طولانی و مهمتری رو میخواد که قابل تحمله، و امیدوارم در هفته‌های آینده در صحبتمون بخشی از اینا را بررسی بکنیم. بله، بیشتر بپردازیم. به قول سعدی که گفتن آدمی شریف است، به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. آفرین. آدمی را آدمیت لازم است، چوب صندل او ندارد هیزم است. و به قول مشیری که گفت اگر این درنده خوری ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. عالی بود. خسته نباشید، سپاسگزارم جناب پارسا بناب. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین کار آرزو. موفق باشید، شب و روز شما بخیر. اوقات شما هم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسا بناب درباره باز هم در این جهان پرآشوب خونبار به هم ریخته چه میگذرد، بررسی چارچوب اوضاع جهان در پیش از این در جنگ سرد و امروز در چارچوب امپراتوری آشوب، آیا ترامپ اولین رئیس جمهوری در تاریخ آمریکاست که ملت را به دو بخش بزرگ تقسیم کرده و این چنین تفرقه ایجاد نموده است؟ آیا پیروزی او علامت آشوب نیست؟ این انتخابات بود یا انتصاب؟ چرا میگویند که این رئیس جمهور افکار فاشیستی دارد؟ چرا ترامپ با اوباما و حتی جورج بوش تفاوت دارد؟ او چه حرکت‌هایی میتواند بکند؟ سه نکته در حیطه امور بین الملل، نفی شعارها و چرا، تلاقی‌هایی که در منطقه و به ویژه حوزه ایران که همواره به اوج و فرود آن اشاره شده و میتواند در سراسر جهان به وجود آید، به طور نمونه دیوار مکزیک، برجام و فلسطین و اورشلیم، سه نکته مشابه با اروپای فاشیستی در داخل آمریکا و
همچون خصوصی سازی زیربناهای خدمات اجتماعی و درمانی و آموزشی، افزایش نقش دولت در نژادپرستی، نمایندگان نژادپرست یا فاشیست در پارلمان‌های اروپا، تمایلات فاشیستی بین مردم و برتری آن و بیشتر بودن آن نسبت به مردم آمریکا. این صحبت‌ها یا تهمت‌هایی که حتی برخی از مقامات رسمی درباره ترامپ و ارتباط او با روسیه بر اساس شایعات و اسناد موجودی که رسانه‌های تحت فرمان سراسری می‌گویند برای چیست و چه می‌خواهند؟ آیا در آمریکا جریان‌هایی به دنبال دشمن نشان دادن روسیه به هر شکل و به هر طریق با این کشور هستند؟ فجایع بشری ناشی از این دشمن سازی‌ها؟ آیا نباید نگران جنگ اتمی جهانی باشیم؟ اگر جنگی در جهان در نگیرد، اوضاع 10 سال آینده چگونه خواهد بود؟ آیا جهان سابقه چنین شرایط خطرناک و وحشت انگیز یا کنون داشته؟ توجه می‌فرمودید؟ این گفتگوها در تلگرام، فیسبوک، توییتر و یوتیوب با نشانی رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیو ملی آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود میگیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.